به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. ببخشید از اینکه جلوی دوربین نیومدم، ولی نیازی هم نیست. خب اخبار صدا و سیما رو نگاه میکردم، شبکه خبر، و میدونین که در انگلیس خبرهایی هست در خیابان آکسفورد. گویا یه فراخوانی از طریق تیک تاک دادن و خب اون جامعه و خیابونا دارن به هم میریزن. یه مشت، حالا میخوام بگم، ناراضی اغتشاشگر ریختن بیرون و دارن بوتیک ها و فروشگاه ها رو غارت میکنن. میگن چانکن بهر کسی اول خودت دوم کسی. ببینیم اینا برای ما چیکار کردن. ببینین، فراخوان دادن، خب فراخوان دادن برای روز سالگرد مهسا. حالا این فراخوان رو من صداشو بستم، ولی میخوام بگم که این فراخوان چیه، زیر سر چه کسانی هست. البته که زیر سر همین انگلیس و فرانسه و رژیم صهیونیستی و آمریکاست که دست نشانده اون اینها دست نشاندهش هستن. خب فراخوان دادن یه مش اراذل و اوباش ایرانی هم در خارج از ایران که اومدن، یه مش خارجی هم شستشوی مغزی دادن و بهشون یه دروغایی گفتن درباره ایران، و خب اینا در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن. و خب چه اتفاقی افتاده؟ اینکه اینا هم میان تو خیابونا و شما در واقع فقط ایرانی ها نیستن، اینا برخی از خارجی ها هم میکشونن تو خیابون برای مهسا. اصلا من میخوام ببینم این جریان داخلی ما چه ربطی به بسیج کردن ایرانی ها در سر تا سر جهان داره. شماهایی که نشستین، شماهایی که حالا در واقع گول خوردین و دنبال این که برین تو این فراخوان شرکت بکنین، آیا با خودتون فکر نمی کنین اینا مثلا به فکر حقوق شما هستن، اینا به فکر حقوق بشر هستن، یا این کشورهای خارج اصلا اگر که حقوق بشری هستن چرا این همه جنایت میکنن؟ خودشون اومدن فراخوان جهانی را انداختن علیه ایران. خب اینو من اینجا میبندمش. اینا از گوه زیادی خوردن اینا، ببخشید، معذرت میخوام که ناچارم یه واژه هایی رو به کار ببرم که حالا نباید در رسانه این واژه ها رو به کار برد، اما اینها برای ما هیچ چاره دیگه ای نمیذارن. در هر صورت بریم و اخبار صدا و سیما رو ببینیم که چه خبره، و باهاتون صحبت میکنم در همین رابطه. لندن زیر سایه هرج و مرج برنامه ریزی شده در رسانه های اجتماعی. فراخوان غارت فروشگاه های خیابان آکسفورد لندن، پایتخت انگلیس، در یکی از شبکه های اجتماعی پلیس این شهر را با چالشی جدی مواجه کرده. خب حالا میخوام بگم که اینا برای ما نقشه میریزن، فراخوان میدن، میان اغتشاشات درست میکنن، کشته سازی در کشور ما راه اندازی میکنن، میگن بریم به پلیس حمله کنین، پلیس رو بکشین، نظامی ها رو بکشین، بسیجی ها رو بکشین. همین چیزایی که سال قبل دیدیم، حالا در خیال خودشون، در توهم خودشون میخوان همونو تکرار بکنن روز سالگرد این مهسا امینی. خب خواب دیدن خیر باشه. میخوام بگم که ایران هم براشون خواب دیده. حالا ببینین، آکسفورد استریت، مشهورترین خیابان فروشگاهی در انگلیس و شلوغترین خیابان مرکز خرید در اروپا، واقع در قلب لندن، که در پی فراخوان در شبکه‌های اجتماعی برای غارت از فروشگاه‌های آن، این روزها به کابوس مغازه‌داران و کانون حضور نیروهای پلیس مبدل شده. سرقت یا غارت فروشگاه در انگلیس پدیده تازه‌ای نیست، اما فراخوان برای غارت از فروشگاه‌های شلوغ‌ترین خیابان مرکز خرید در اروپا پدیده‌ای است که از حدود یک سال پیش و همزمان با افزایش گرانی‌ها و تشدید. حالا ببخشید من اینو قطعش کردم. ببینید، این غارتگران یا چپاولگران یا اغتشاشگران، هر چی می‌خوایم اسمشونو بگذاریم، میبینین که اینا چهرهاشون معلومه و خیلی آسون میتونن برن پیداشون کنن. خب این یه خورده برای من عجیبه، ولی خب حالا هستش دیگه. فشارهای اقتصادی بر افراد و خانوارها در این کشور شکل گرفته است. به نظرم یک بخشی از جامعه اند این افراد که از کنترل خارج شدند. خب میگه این آدم ها از کنترل خارج شدند. هزاران دانش آموز پس از کووید به مدرسه برنگشتند و خانواده ها هم نتونستن اونها رو مهار کنند.
ببینین، یکی از اون برنامه هایی که اینا با کووید ریختن در واقع همین جریان هستش که الان تو انگلیس داره پدید میاد. حالا میپردازم به اینکه چه کسانی میتونن پشتش باشن، اما وقتی که شما تعداد زیادی جوونا رو خونه نشین میکنین، اینا دیگه اون جوونای پیش از 2-3 سال زندانی نیستن، اینا به گونه سرکش شدن. و یکی از برنامه های کووید هم همین بودش که خیلی آسون بتونن با استفاده از جوانانی که از طریق فضای مجازی میتونن به راحتی گولشون بزنن، یک چنین اغتشاشاتی رو در جوامع ایجاد کنن. حالا من میخوام بگم که چیزی که عوض داره گله نداره، جواب سلامم علیکه. اینا برای ما چاه میکنن، چاله میکنن، ما براشون چاه میکنیم. در صورت ایران بیکار ننشسته که اینا هر غلطی که میخوان علیه ایران انجام بدن و ایران هیچ واکنشی نشون نده. نه اینا میخوان فراخوان بذارن برای سالگرد مهسا امینی، خب ایران هم جوابشونو میده، این هم جوابشون هست. گوش میکنیم به بقیهش. فقر هم یکی دیگه از علتهای بروز این فاجعه است که روحیه مجرمانه رو در برخی از افراد تقویت کرده. دقیقا. تا کنون چندین فروشگاه به ویژه فروشگاه لوازم ورزشی و تلفن همراه و اشیای گرانبها هدف دستبرد شبکه‌های نوجوانان و جوانان در این کشور قرار گرفته است. غارت گسترده صورت نگرفت، چرا که پلیس با اقدام پیشدستانه به موقع وارد عمل شد. پلیس میگوید با حضور خود تلاش کرد تا نوجوانان و جوانان را از اطراف فروشگاه‌های بزرگ که احتمال می‌رفت غارت شوند دور کند. خب من حالا دارم میگم که این یه چاشنی هست، یه پیش درآمد هست به اینا، به انگلیس. حواستون باشه وقتی که میاین فراخوان میدین برای اغتشاش، ایجاد اغتشاش و کشته سازی در کشور ما، خب حواستون باشه ببینین چه چیزایی در کشور خودتون داره اتفاق میفته و میتونه خیلی بدتر بشه. گزارش های رسمی دست کم 9 نفر به علت آنچه بی توجهی به دستور پلیس برای ترک محل و برهم زدن نظم عمومی خوانده شد، به دست پلیس بازداشت شدند. و توجه کنین اینا اکثریتشون مهاجرین و خارجی ها هستند که در انگلیس برای سالها مورد تبعیض قرار گرفتن و اینها صبرشون تموم شده. و خب در هر صورت میخوام بگم که در اونجا گسلهایی هستند که حالا وقتی اینا میان برای کشوری مانند ایران برنامه ریزی میکنن و میخوان یه اغتشاشاتی رو تو کشور ما راه اندازی کنن، این گسل ها اونجا فعال میشن. خب یه خورد خودتون فکر کنین که چجوری. فراخوان غارت از فروشگاه ها به لندن محدود نشد و به شهر اسکس هم کشید. به نظرم این کار یکی از وجوه منفی شبکه‌های اجتماعی که با فراخوان افراد رو به غارتگری تشویق می‌کنه. سال 2011 هم برخی فروشگاه‌ها در لندن و دیگر شهرها غارت شدند. در شرایطی که بنا به گزارش مرکز ملی آمار انگلیس شمار جرایم از جمله سرقت در این کشور به 6,700,000 فقره و بالاترین میزان در دهه‌های اخیر رسیده، با هر فراخوان غارت از فروشگاه های انگلیس شماری از فروشگاه ها از بیم غارت و خسارت های هنگفت ناشی از اون ترجیح میدن تعطیل کنن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن. خب حالا شما میدونین که وقتی فروشگاه ها تعطیل میکنن، وقتی که مراکز خرید تعطیل میکنن، چه صدمه اقتصادی و مالی به پیکر جامعه وارد میشه. و اگر که اینها خب بیان باز کنن که شوهای مغازه‌شون رو بکشن بالا، در و پیکرش رو بکشن بالا باز کنن، خب چه بسا دوباره این اغتشاشات گور بگیره. خب میخوام بگم این یه هشداری بود به این انگلیس ملعون که برای تمام کشورهای دنیا برنامه میریزن تو اتاقهای فکرشون چیکار بکنن که اونا رو به هم بریزن، چیکار بکنن که غارت بکنن، چیکار بکنن که در اون کشورها، یعنی میخوام بگم اینا آمریکا رو درس میدن. یعنی من میگم امام خمینی گفتن شیطان بزرگ، آره این شیطان بزرگ گاهی گداری میخوام بگم که باید بگیم شیطان بزرگ انگلیس ملعونه و که اونا رو در واقع به دستور
آمریکا به دستور اینا، این ملعونین و این جریان صهیونیستی بسیار قوی در انگلیس، اینا دستور میگیرن از اینجا. خب ایشالا که براشون یک درس عبرتی بشه و غلط زیادی نکنن و وقتی که میبینن ایرانیا دارن فراخوان دادن و میخوان غلط زیادی بکنن در شهرهای بزرگ حالا اروپا، جلوشون رو بگیرن و بدونن که جواب سلام علیک چیزی که عوض داره گله نداره. حالا میخوام برم یکی از نشریه‌های خود اینها رو پخش کنم اینجا براتون، ببینین میل آنلاین چی میگه. اینجا نمیخوام که براتون بخونم ترجمه کنم، ولی جالبه که تو این مقاله همین چیزا رو عنوان میکنه و میگن که یه فراخوان تو تیک تاک اومدش که به جوونا گفته بودن بریزین بیرون برای غارت، و داره میگه که اگر که میتونین بدوین، اگر که میتونین بدوین و کفشتون طوری هستش که دویدن رو براتون آسون میکنه، بیاین. خب در هر صورت اینا هم اومدن و شرکت کردن و کلی اغتشاشات ایجاد کردن در خیابان آکسفورد در لندن و جاهای دیگه انگلیس، همونطور که در برنامه گفته شد. میخوام بگم اون چیزی که تو اخبار ما نشون دادن، ببینین برخی از عکساش هست و ویدیو هم گذاشتن، این برخی از عکساست، ولی میخوام بگم اون چیزی رو که در اخبار ما نشون دادن، این الان میبینین اینجا داره نشون میده، یک کسی فیلم گرفته از بالا. خب این اون فیلمی که در صدا و سیما نشون دادن از این گسترده تره، در واقع بهتر و قشنگتر نشون میده که چه خبر هست اونجا، ولی اینا یه خورده خودشون ملاحظه کاری کردن باید گفت. خب اینم یک کلیپ دیگه است، ببینین داره پلیس رو میزنه. البته من میخوام بگم با یک چنین کارهایی در هر جا که باشه مخالفم، من موافق این چیزا نیستم اصلا و ابدا، و اغتشاشات هر جا که باشه اغتشاشه، ولی برای این انگلیس ملعون خب در هر صورت چیزی که عوض داره گله نداره. ولی دیدین که اونجا چند تا کلیپ هم گذاشته بودن، ولی کلیپی که صدا و سیما گذاشته قشنگ نشون میده که چی داره در اون کشور میگذره. و در هر صورت یادمون باشه که تو فرانسه الان جلیق زرد رو داریم، و مطمئن باشین که این اغتشاشات و تظاهرات جلیق زرد ها بالا میگیره به میزانی که اینا بخوان برای ما فراخوان بدن و از این غلط ها بکنن. خب ایرانم میگم به قول سردار حاجی زاده، ایرانم خدایی داره یا خدای ما بزرگه، اینم همون داستانه، یکی بزنی ده تا میخوری، این جریانه. حالا این گول خوردگان و فریب خوردگانی که در خارج هستن و میخوان به اصطلاح بریزن بیرون و افرادی در داخل هماهنگ بشن با اونا کور خوندن، خودشونم در واقع شناسایی میشن. من مطمئنم که سیستمای امنیتی ما بیکار ننشستن و اینها میدونین که خیلی از این ایرانی ها که خارج از ایران هستن هر غلطی دلشون میخواد خارج میکنن و بعد پا میشن میان ایران برای حال و حول و خوشگذرانی، پا میشن میان ایران. و در هر صورت باید بدونن که شرکت در یک چنین تظاهراتی میتونه عواقبی براشون داشته باشه، و امیدوارم که عقلشون رو به کار بندازن و گول این شبکه های دشمن و دشمنان ایران رو نخورن. امیدوارم که ما فقط باید براشون دعا کنیم به عقل بیان. خب عزیزان من، عضو کانالا بشین، پسند رو فشار بدین و به اشتراک بگذارین با عشق بر عاشقان ایران. خدا نگهدارتون.